ویرانی و مرگ یادگار نیروهای روسی در شهرهای اطراف کیف، دست کم 30 کشته در حمله موشکی به ایستگاه قطاری در شرق اوکراین، اعتراف کرملین به تلفات سنگین نیروهای روسی در 44مین روز حمله. شبی ناآرام در تل‌آویو، پنجمین حمله مرگبار در دو هفته اخیر در اسرائیل، افزایش نگرانی شهروندان از حمله‌های مسلحانه در آستانه عید پسح. مهمان ناخوانده هوای بهاری پایتخت، ورود توده گرد و غبار به شهرهای مختلف ایران، هوای تهران در وضعیت خطرناک، هشدار به گروه‌های آسیب‌پذیر و احتمال تعطیلی مدارس. و تنور داغ انتخابات فرانسه و خیز نامزدها برای تصاحب کاخ الیزه، رقابت تنگاتنگ میان امانوئل مکرون و مارین لوپن در آخرین روز تبلیغات، کمک‌های دولتی، قیمت انرژی و مهاجران، سرفصل‌های اصلی کارزارهای انتخاباتی. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. تانک‌ها و نیروهای نظامی روسی که از اطراف کیف عقب نشینی می کنند، تازه چهره جنگ در دوربین خبرگزاری‌ها ثبت می شود. ویرانی، آتش و مرگ ثمره موشک‌هایی است که زندگی شهروندان اوکراینی را نشانه گرفتند. بعد از شوک بوچا، حالا جهان نظاره‌گر روایت‌های شهر بورودیانکا است، شهری کوچک در شمال غربی کیف که رئیس جمهور اوکراین میگوید شرایط در آن به مراتب دهشتناکتر از بوچاست. اما این تمام روایت‌های غم‌انگیز 44مین روز جنگ در اوکراین نبود. اصابت یک موشک به ایستگاه قطاری در شرق اوکراین منجر به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی که در انتظار فرار از شهر بودند شد، خانواده‌هایی که هرگز شانس رسیدن به منطقه امن را پیدا نکردند. جزئیات بیشتر رو ببینید در گزارش همکارم محسن ایزدی. جنگ اوکراین، روز 44. فاجعه انسانی ناشی از این جنگ هر لحظه که می‌گذرد ابعاد غیر قابل تحمل تری به خود می‌گیرد. مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه، پس از بازدید از بوچا، ابعاد کشتار غیر نظامیان در این شهر را وحشتناک توصیف کرد. شهری که انتشار تصاویر اجساد غیر نظامیان در خیابان‌ها و گورهای دست جمعی در آن موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. اکنون اوکراین از بورودیانکا سخن می‌گوید، شهری واقع در شمال غربی کیف که به گفته مقام‌های این کشور در مقایسه با بوچا فاجعه‌ای به مراتب بدتر را از سر گذرانده. مقامات اوکراینی از کشف ده‌ها جسد در بورودیانکا خبر دادند و دادستان کل اوکراین نیز اعلام کرد که این شهرک بیشترین آمار تلفات را در منطقه کیف دارد. در تنها یک مورد نیروهای امدادی اجساد 26 نفر را از زیر آوارهای دو ساختمان مسکونی که بمباران شده بودند بیرون کشیدند. کار برای پاکسازی آوار در شهر بورودیانکا شروع شده. وضعیت در این شهر به طور قابل توجهی وحشتناک‌تر از بوچاست. تعداد غیر نظامیانی که در بورودیانکا توسط اشغالگران روسی کشته شدند حتی از بوچا بیشتره. تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که مردم جهان تمام حقیقت جنایاتی که ارتش روسیه در ماریوپول انجام داده رو بفهمه. در ماریوپول، در بوچا، در شهرهای دیگر منطقه کیف، تقریبا در هر خیابان این چیزی است که جهان پس از خروج نیروهای روسی خواهد دید. همان ظلم، همان جنایات وحشتناک. در تازه‌ترین تحول، حمله ای راکتی به یک ایستگاه قطار در کراماتورسک واقع در استان شرقی دونتسک به کشته شدن 39 و زخمی شدن حداقل 87 غیر نظامی منجر شد. این حمله در شرایطی انجام شد که هزاران نفر در این ایستگاه در تلاش بودند به مناطق امن‌تر اوکراین منتقل شوند. حمله ای که اوکراین روسیه را مسبب آن دانست، اما مسکو ایفای هر گونه نقشی در آن را تکذیب کرد. لازم به ذکر است که این جنگ تنها از اوکراین قربانی نمی‌گیرد. سخنگوی کرملین طی مصاحبه‌ای با اسکای نیوز اعتراف کرد که تلفات روسیه در جنگ قابل توجه بوده است. دیمیتری پسکوف گفت این تلفات یک تراژدی بزرگ برای روسیه بود، هرچند به رقم آن اشاره‌ای نکرد.
این اولین بار است که یک مقام ارشد روسیه به رقم بالای کشته شدگان این کشور اعتراف می‌کند. و در ادامه واکنش‌ها به جنگ در اوکراین، اتحادیه اروپا پنجمین مجموعه تحریم‌ها علیه روسیه را به تصویب رساند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات زغال سنگ از روسیه و ورود کشتی‌های روسی به بنادر اتحادیه اروپا است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم دو شرکت معدن الماس و کشتی‌سازی روسیه را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. طبق برآورد دولت بریتانیا، در پی تحریم‌های بین‌المللی، حدود 359 میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در هفته‌های اخیر مسدود شده و اقتصاد این کشور در حال رفتن به سوی عمیق‌ترین رکود اقتصادی از زمان فروپاشی شوروی است. اما با وجود همه تبعاتی که این جنگ برای مسکو در پی داشته، حملات روسیه در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد و به پیشروی‌هایی نیز در جنوب منجر شده. از سوی دیگر، به گزارش وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای روسیه به طور کامل از مناطق شمال اوکراین عقب نشینی کردند. سلسله تحولاتی که نشان می‌دهند از این پس ممکن است درگیری‌های نظامی صرفاً به شرق اوکراین محدود شود. محسن ایزدی، لندن. از ماریا پیسارنکو، روزنامه‌نگار اوکراینی ساکن شهر کیف، درباره تغییر آرایش نظامی نیروهای روسی پرسیدیم. پاسخش رو بشنویم. برای اینکه متوجه تحولات جدید در اوکراین بشید، باید بگم ارتش روسیه نیروهایش را از شمال اوکراین به شرق و جنوب این کشور منتقل کرده است. اطلاعات دریافتی به ما میگن که اونها این عملیات را حتی بدون هماهنگی در یک آرایش مجدد نظامی انجام دادند. به همین خاطر این مناطق اکنون نقاط پرخطر و در معرض حمله های روسیه هستند. پرزیدنت زلنسکی هم از ساکنان شهرها خواسته تا هرچه زودتر اونجاها رو تخلیه کنند. این باعث خواهد شد روزهای سخت و پرمخاطره ای در پیش رو داشته باشیم. به گفته مقام‌های محلی، در لحظه اصابت موشک‌ها به ایستگاه قطار، بیش از 4000 نفر در اون برای ترک شهر حضور داشتند. بر اساس تحقیقات اولیه و صحبت‌های مقام‌ها و روزنامه‌نگاران، موشک‌ها از محل یک سیستم موشکی مستقر در مناطق اشغالی اوکراین توسط ارتش روسیه در مجاورت دونتسک به سوی این ایستگاه قطار پرتاب شده. این اطلاعات بر مبنای مسیر پیموده شده این موشک تا رسیدن به محل انفجار به دست آمده است. آنچه این حمله جنایتکارانه را وحشتناک‌تر می‌کند اینه که در اثر اون 50 غیر نظامی که در حال ترک محل بودند کشته و صدها نفر زخمی شدند. این شدیدترین ضربه و تلفات انسانی به این شهر از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین تا امروز بوده. همکنون عملیات شناسایی مناطق نابود شده در این شهر آغاز شده. همین دو روز پیش خبرنگاران برای بازدید آثار بمباران‌های اخیر وارد این شهر شده بودند تا شواهد مربوط به جنایت‌های جنگی در اون رو ثبت کنند. در میان اونها تعدادی دادستان‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگی هم حضور داشتند که اکنون قبول کردند برای ثبت آثار جنایت امروز به محل ایستگاه قطار برن. همراه هستیم با همکارم طناز خامه از شهر کیف، پایتخت اوکراین. خوش اومدی به امروز طناز. رسانه‌های مختلف و خبرنگارایی مثل شما که الان در مناطق جنگی در اوکراین هستین، چشم و گوش جهان هستند. در امروز، در ساعت‌های گذشته، به کجاها سفر کردی؟ چه چیزهایی دیدی و بیشتر برای ما توضیح بده از وضعیت خرابی‌ها و اوضاع اونجا؟
خب شراره، در این چند روز گذشته که من در کیف بودم تلاش کردم به مناطق مختلف در استان کیف برم تا آنچه را که گذشته به تصویر بکشم و برای شما توضیح بدم. و مناطقی که خصوصا آزاد شدن و میدونیم که وضعیت مناسبی ندارن، ما امروز صبح به طرف یکی از مناطق استراتژیک چه برای روس‌ها چه اوکراینی‌ها رفتیم، فرودگاه و پایگاه نظامی هاستوما در شمال غرب کیف، به سمت بیشتر شمال کیف. خب این پایگاه از همون روز اول، یعنی 24 فوریه وقتی که روس‌ها حملات خودشون رو شروع کردن، توسط نیروهای زمینی و هوایی روس‌ها مورد حمله قرار گرفت. اونها اومدن و اون پایگاه رو تصرف کردن تا بتونن از اونجا حملات خودشون رو به کیف، حتی شهر کیف برسونن. خب می‌بینیم که حملاتی که به ارپین شد، بوچا شد، بیشتر توسط نیروهای روسی بود که از این پایگاه به سمت این شهرها می‌رفتن. ما به اونجا رفتیم، در راه که می‌رفتیم خب می‌دیدیم که بسیاری از ساختمان‌های مسکونی تخریب شده. وقتی می‌خواستیم وارد پایگاه بشیم، دیدیم فضا بسیار امنیتیه. از ما خواستن که تمام موبایل‌هامون رو خاموش بکنیم به خاطر اینکه تور روزنامه‌نگاران بود و اونجا روزنامه‌نگاران زیادی بودن. خب وقتی که ما پرسیدیم چرا باید موبایل‌هامون رو خاموش کنیم، مگه هنوز هم از نظر امنیتی مشکل، اونها به ما گفتن بله، به خاطر اینکه میتونن ردیابی بکنن شماها رو و ممکنه حتی مورد حمله موشکی دوباره قرار بگیریم. از اونجا که نیروهای روس هنوز در مرز بلاروس هستن که میبینیم که حتی فاصله یا آنچنانی هم تا مرز بلاروس نداره اون منطقه. وقتی وارد اونجا شدیم، وزیر کشور منتظر بود که با خبرنگاران صحبت بکنه و اطلاعاتی رو در اختیار اونها قرار بده. او صحبت‌های خودش رو با این شروع کرد، گفت ما این منطقه استراتژیک رو که درش درگیری زیاد شده بود و روس‌ها براشون خیلی مهم بود که اینجا رو تصرف کرده بودن، پس گرفتیم. البته خود روس‌ها هفته گذشته به نظر اونجا رو ترک کرده بودن و دقیقاً مشخص نیست که آیا قرار برگردن یا نه. اما وضعیت این پایگاه رو شما اگر ببینی، هر طرف تانک‌های روس بود که سوخته بود. بزرگترین هواپیمای باربری جهان به اسم مریا که اگر فارسی بخوایم ترجمه کنیم رویا هست، در اونجا بود که دیگه به زمین نشسته بود، بالهاش از دست داده بود و به نظر نمیرسه که دیگه پرواز بکنه. وزیر کشور در صحبت‌های خودش گفت ما مقاوم هستیم، ایستاده ایم. ما تونستیم خیلی از نیروهای چچنی رو که در اینجا بودن، به خصوص یکی از فرماندهان ارشد چچنی ها رو اینجا بکشیم، ولی هنوز ما میدونیم که ممکنه مورد حمله قرار بگیریم. از طرف دیگه از او پرسیدن که شرایط ارپین، بوچا و دیگر مناطقی که آزاد شدن و الان هر روز ازشون تصاویر و گزارش هایی رو میگیریم چطوری، آمار کشته شدگان رو دارن یا خیر. گفت آمار کشته شدگان داره گزارش میشه، اما گزارش ها دقیق نیست، هر دفعه ممکنه تغییر بکنه، به دلیل اینکه در بسیاری از نقاط به طور مثال بوردیانکا جایی هستش که خیلی از ساختمان ها تخریب شدن، نیروهای روسی قبل از اینکه برن اونها رو منفجر کردن و به طور مثال امروز فقط از یک ساختمان 26 جنازه رو بیرون کشیدن. خب شرایط به نظر مناسب نیست در شهرها و ما این رو میدونیم. از طرف دیگه و در صحبت‌های خودش به این اشاره کردش که ما باید منتظر بشیم، باید حمایت‌های بیشتری بگیریم. بعد از اونجا ما ترک کردیم، رفتیم به شهر بوچا و در اونجا وارد منطقه و محله‌ای شدیم که در نزدیک کلیسا بود و یک گور دست جمعی رو کشف کرده بودن. فضا بسیار عجیب بود، ناراحت کننده و دردناک. 40 جسد رو از این گور بیرون کشیده بودن، اجساد رو شما می‌دیدید که روی زمین چیدن و حتی اونهایی رو که تازه از خاک می‌کشیدن بیرون. و طبق گفته‌های رئیس پلیس گفتش که 40 تا جنازه اینجا پیدا شده. این تنها گور دست جمعی در شهر نیست، در نقاط دیگه هم هست. 11 محل تا حالا کشف شده و به نظر میرسه که روز به روز این تعداد هم داره بیشتر میشه. در کنار ما خبرنگاران، روزنامه‌نگاران دیگه‌ای بودن که به هر حال وظیفه مهمی رو دارن این روزها که بتونن این خبرها رو اطلاع بدن و تصاویر رو نشون بدن. و من در اونجا یک عکاس جنگ ایرانی رو دیدم که خیلی معروف هست، باهاش گفتگویی داشتم، با هم بخشش رو بشنویم. من از 26 یا 27 وارد اوکراین شدم و خب خیلی مشکل کار کردن اینجا، چون حقیقتی بخواین خب میذارن مثلا از آواره عکس بگیریم، از اجساد، از تشییع جنازه سربازا و آواره ها گفتم، و معمولا خیلی مشکل به جبهه رفتن، اصلا نمیذارن، همه چیز ممنوع ممنوع ممنوع، جاسوس روسیه جاسوس روسیه. پس پدرمون در آوردن، ولی سعی میکنیم حداقل واقعیت رو
مستقیم نشون بدیم چیزی که به ما اجازه میدن. کجاها تونستید عکس بگیرید؟ گفتید اجساد. آیا تونستید برید به بوچا؟ چون به حال اکثر در خیابان ها بود، ما ندیدیم دیروز. بله من بوچا رفتم، نمیدونم ارپین رفتم روز اول، یعنی دو سه هفته پیش. باز هم این دفعه رفتم که همین اخیراً به خبرنگار تونستم وارد بشن. بعد خب شهرهای مختلفی مثل اودسا و نمیدونم میکایلوف، تمام اینا رو من رفتم. ولی خب محدودیت زیاده، باید سعی کرد با شونه زد. از این نظر به عنوان یک خبرنگار سعی میکنم واقعیت رو نشون بدم تا اونجایی که امکانش هست. ممنونم از شما، از عکساتون ما میتونیم استفاده کنیم در برنامه. متشکرم آقای یعقوب‌زاده. این مصاحبه البته قبل از این بود که ما گور دست جمعی رو ببینیم و در اونجا اجساد رو توی خیابون خودمون مشاهده بکنیم. آقای یعقوب‌زاده یکی از عکاسانی هست که در جنگ‌های بسیاری در دنیا حضور داشته و تونسته داستان‌ها رو روایت بکنه. حتما ما گزارش ویژه‌ای با ایشون خواهیم داشت که در بخش‌های بعدی خبر در برنامه‌های دیگه می‌بینید. ممنونم از تو طناز خامه، همکارم از کیف پایتخت اوکراین. صدای موسیقی، رقص، نور و جام‌های می و جوانانی که برای فراغت از هیاهوی جهان گرد هم آمدند، بی‌خبر از آن که سایه سرد مرگ در همین نزدیکی است. در میانه بن‌بست سیاسی در اسرائیل، شهروندان این کشور نگرانی جدی‌تری دارند. حمله‌های سریالی مرگبار در شهرهای مختلف اسرائیل موجی از واکنش‌ها را در پی داشته. در تازه‌ترین حمله، یک فلسطینی مسلح در یک میخانه در شهر تل‌آویو به سوی مشتریان آتش گشود و دو نفر را کشت. فرد زاره بعد از ساعت‌ها تعقیب و گریز به دست نیروهای امنیتی کشته شد. این حمله پنجمین حمله در دو هفته اخیر بوده و حالا در آستانه عید پسح، شهروندان اسرائیل بیش از پیش نگران امنیت خود در خیابان‌های شهر هستند. شهره جولانی گزارش می‌دهد. در فردای یک حمله مسلحانه در تل‌آویو، ماموران خیابان‌ها را می‌شویند. نشانه از بازگشت زندگی به روال عادی. پنجشنبه شب این خیابان‌های شلوغ و پر رفت و آمد مرکز شهر تل‌آویو در اسرائیل صحنه هراس و وحشت عمومی بود. در نتیجه حمله مسلحانه و تیراندازی به جمعیت، دو نفر در اینجا کشته شدند و بیش از 10 نفر زخمی. منابع بیمارستانی اعلام کردند. پلیس و نیروهای امنیتی که در پی حمله‌های مشابه در هفته‌های گذشته در حالت آماده باش هستند، به زودی محل را محاصره کردند. بیش از 1000 مأمور پلیس و امنیتی و در پایان عملیات گفتند که فرد مهاجم پس از تیراندازی از محل فرار کرده. اما او در نزدیکی مسجد محله یافا محاصره و در تیراندازی متقابل کشته شده. پلیس اسرائیل تصویر تلویزیون مداربسته رستورانی در همون محل را منتشر کرده که در آن مرد فلسطینی با کاپشن تیره در حال قدم زدن را لحظاتی پیش از تیراندازی نشان می‌دهد. در اولین ساعت‌های صبح جمعه، نخست وزیر اسرائیل از تلویزیون پیام عمومی داد. ما با تروریسم با شدت مبارزه خواهیم کرد و پیروز خواهیم شد. او برای رسانه‌ها هم پیامی دارد. از رسانه‌ها می‌خواهم که با احساس مسئولیت وحشت بیمورد در عموم را نشان ندهند. این شوی تلویزیونی نیست، زندگی مردم است. نفتالی بنت می‌گوید دست نیروهای امنیتی برای مقابله با این اقدامات باز است. این جنگ هیچ محدودیتی ندارد. برای شکست ترور ما به ارتش، شیمبت و همه نیروهای امنیتی آزادی عمل کامل می دهیم. در جنین در کرانه باختری، شماری از فلسطینی ها در مقابل خانه رعد حازم، مرد فلسطینی 28 ساله که مرتکب این حمله مسلحانه شده، جمع شدند. پدرش این اقدام او را شجاعانه و در راه آزادی قدس توصیف می کند. یقاتلون فی سبیل الله. حماس و گروه جهاد اسلامی از اقدام رعد حازم تجلیل کردند، اما مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با محکوم کردن حمله گفته کشتن فلسطینیان و اسرائیلی ها تنها به وخامت اوضاع منجر می شود. حمله مسلحانه تل‌آویو پنجمین حمله در دو هفته اخیر است که 13 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته. نخست وزیر اسرائیل این عملیات را حمله گورکای تنها توصیف می کند. ما در دوران سخت و پرچالشی هستیم که ممکن است طولانی شود. انتفاضه دوم چند سال طول کشید، اما در نهایت ما پیروز شدیم. حملات تروریستی مهاجمان منفرد چالش بزرگی برای سیستم امنیتی ماست.
در پای گنبد طلایی مسجد الاقصی روزداران فلسطینی پس از افطار اولین نماز جمعه رمضان را برگزار می‌کنند. اسرائیل به زنان، کودکان و مردان بالای 40 سال کرانه باختری اجازه حضور و برگزاری نماز جمعه را داده است. این روزها در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی سه عید مذهبی در راه است. عید پسح، عید فطر و عید پاک و آرزوی همه آرامش در این روزهاست. شهره جولانی، لندن. بشنوید از یک گفتگو که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته. گفتگوی نرگس محمدی، فعال مدنی، با جیسون رضاییان که به تازگی در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده. خانم محمدی در این گفتگو از غرب خواسته که به جامعه مدنی ایران احترام بگذارد و حقوق بشر را در اولویت مذاکرات قرار دهد. او همچنین به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم اشاره می‌کند و معتقد است که این تحریم‌ها بیشتر از آن که رژیم ایران را تضعیف کند، مردم ایران را تضعیف کرده. تحریم هایی که به گفته نرگس محمدی حتی باعث تقویت گروه های تندرو و سپاه پاسداران هم شده که به نفع دموکراسی در ایران نبوده. در همین رابطه همراه هستیم با نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از تهران. خانم محمدی، خوش اومدین به امروز. گزارش واشنگتن پست که مصاحبه شما هم همراهش بوده تو روزهای اخیر خیلی جنجالی و پرسرصدا شده، ببینید در رسانه‌های اجتماعی. موضع خود شما رو از زبان خودتون بشنویم که چه بوده و چرا این همه این گفتگو حرف و حدیث ایجاد کرده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، من به عنوان یک فعال حقوق بشر هر ایده ای رو که ارزیابی بکنم یا تحلیلی در موردش داشته باشم یا بهش بپردازم و هر عملی رو که بخوام، هر اقدامی رو که بخوام انجام بدم، در چارچوب حقوق بشر این اقدام رو انجام میدم، چون اساساً یک فعال حقوق بشر هستم. بنابراین در رابطه با تحریم ها هم هر وقت از من سوال میشه، من میگم که بله، مجامع بین المللی موظف هستن در راستای حمایت از حقوق بشر هر فرد، هر گروه، هر جریانی رو در نظام جمهوری اسلامی ایران که نقض حقوق بشر میکنه مورد هدف قرار بدن. تمام نیروهایی که به سرکوب مردم ایران میپردازند رو مورد هدف قرار بدن. این مورد هدف قرار دادن یکی از ابزارش تحریم هست که البته میتونن علیه این نیروها و این جریانات و این افراد به طور جدیتر و هدفمندتر اعمال بکنن. اما مسئله دوم اینه که در رابطه با سیاست‌های غرب در اعمال تحریم علیه حکومت ایران، من بر این باور هستم که اساساً از اونجایی که غرب و از جمله سیاستمداران در کشور امریکا در واقع سیاست اعمال تحریم هدفمند و با یک برنامه منسجم رو نتونستن اعمال بکنن، یعنی تحریم‌ها هدفمند نبوده. مسئله دوم اینه که واقعیت اینه که به نظر میرسه غرب نسبت به فریبکاری نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی نسبت به این که جمهوری اسلامی ایران یک حکومت استبدادی با فساد سیستماتیک مالی که از ابزارهای گوناگون میتونه استفاده بکنه، از این شناخت هم به نظر من غرب بهره‌مند نبوده. بنابراین سیاست‌های اعمال تحریم غرب به دلیل یک، هدفمند نبودن، دو، به دلیل عدم شناخت کافی از فریبکاری نظام جمهوری اسلامی ایران و میزان فساد سیستماتیک نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه به ضرر دولت و برای تضعیف دولت باشد، منجر به تضعیف مردم شده است. بنابراین اساساً اگر هدف تحریم ها تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، میبایستی که این تحریم ها رو در این بازه زمانی طولانی مدت از نظر من ناکارآمد باید ارزیابی کرد. به اعتقاد من به عنوان یک فعال مدنی هر نوع ابزاری، ابزار فشار، هر نوع اهرمی، هر نوع امکانی برای تحت فشار قرار دادن نظام جمهوری اسلامی ایران، اگر به اضافه توانمند کردن جامعه مدنی ما، یعنی قدرتیابی مردم برای مواجهه با یک سیستم سرکوب نباشد، ناکارآمد یا حداقل از نظر من با
به عنوان یک فعال مدنی و فعال حقوق بشر نمره قبولی نمیگیره و به اعتقاد من جامعه ایران بعد از این تحریم ها شاهد یک فاجعه ای هست که اون تضعیف شدن جامعه مدنی طبقه متوسط در ایران به عنوان نیروی پیشبرنده و فعال دموکراسی که در سراسر جهان این گونه در موردش حرف میزنن و حساب میکنن موفق نبوده. یعنی محمدی حالا یه ذره من سوال بعدی رو متمرکز میبرم حول اون محوری که خیلی راجبش جنجال آفریده شد. درباره تحریم ها شما صحبت کردید. الان نهادی مثل سپاه پاسداران هم از جمله نهادایی که تحریم شده دیگه. حرفای شما درباره ضرر تحریم ها برای مردم چقدر میتونه ناظر باشه به نهادهایی مثل سپاه پاسداران در ایران؟ بله. ببینید قطعاً اینطور هست که من در مصاحبه خودم با روزنامه واشنگتن پست هم این رو گفتم. البته خب توی مصاحبه ها همه مصاحبه گنجونده نمیشه، بنابراین مطلب به طور کامل گفته نمیشه، ولی من اونجا مفصل در مورد این صحبت کردم که در واقع سپاه پاسداران نظام جمهوری اسلامی ایران الان به عنوان یک نیروی سرکوبگر در ایران داره فعالیت میکنه. به نظر من به عنوان یک فعال حقوق بشر این نهاد رو ناقض حقوق بشر میدونم. بنابراین همونطور که اول صحبتام گفتم هر فرد و هر نیرو و هر جریان ناقض حقوق بشر باید مورد هدف مجامع بین المللی قرار بگیرد. یکی از اون هدف قرار گرفتن ها میتواند تحریم باشد. ببینید بر اساس نظریه‌ای که فکر میکنم سازمان شفافیت بین الملل اعلام کردن سال 2021 باید باشه، ایران در بین 180 کشور به لحاظ فساد مالی 150 هست. شما نقش سپاه پاسداران رو توی این فساد مالی چه میبینید؟ آیا وضعیت اقتصادی ایران ناشی از سیاست‌های اقتصادی سپاه پاسداران هست یا نه؟ یعنی همونطور که در اعمال تحریم‌ها تضعیف طبقه متوسط و جامعه مدنی رو من عمده میکنم، چون راهبرد من تقویت مدنی، در این سیاست هم نقش سپاه پاسداران رو در وضعیت اسفبار اقتصاد کشور ایران و سرمایه گذاری هایی که فرامرزی داره انجام میده، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ تروریستی، چه به لحاظ اقتصادی، همه اینها رو برای جامعه مدنی ایران سرکوبگرانه میبینم. سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران رو در واقع مبتنی بر اعمال سلطه و اقتدار کاذب خودش میبینم. بنابراین چه سپاه پاسداران، چه نیروی انتظامی، چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، هر جریان و هر نیروی در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر به سرکوب مردم میپردازد، اگر نقض حقوق بشر میکند، قطعاً باید در لیست تحریم‌های جدی، هدفمند و با برنامه مجامع بین‌المللی باشه. ممنونم از توضیحات شما. نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از تهران. معمولا توصیف هوای بهاری در ایران با خنکی مطبوع سحرگاه، نمنم باران و نسیم نوروزی همراه است، اما این توصیف ها چند روزی است که با هوای بهاری ایران همخوانی ندارد و شهرهای مختلف این کشور در زیر چتری از آلودگی و گرد و غبار دفن شدند. استانهای غربی ایران، تهران و بخشهایی از گیلان، گلستان و مازندران از جمله مناطقی هستند که با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند. به گفته برخی مسئولان و کارشناسان دلیل آلودگی‌های اخیر چشمه‌های تولید گرد و خاک در شمال عراق، سوریه و عربستان سعودی است. محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی، در گفتگو با رسانه‌های ایران از رسیدن گرد و غبار به بیش از 15 استان ایران، همونطور که در این نقشه می‌بینید، خبر داده. در شهر تهران شاخص آلودگی هوا به عدد 491 رسیده، وضعیتی که باعث شده حامد یزدی‌مهر، مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران، خبر از برگزاری جلسه فوری اضطرار آلودگی هوا بده و احتمال تعطیلی تهران رو مطرح بکنه. واسه برای شبکه اینترنشنال میگم امروز روز جمعه است، 19 فروردین 401. ما تو منطقه درک هستیم و صبح تا حالا بلند شدم دیدم که این کوه‌ها اصلا دیده نمیشه درست حساب. از صبح تا حالا
یک آلودگی مهالوده. اصلا فکر میکردم مال گرد و غباره، خاکه، ولی دیدم نه، اصلا آلودگیه. احساس خفگی میکنه و اینکه همسر من بیمار قلبیه، به خاطر همین اومدیم تو منطقه درکه. و اینکه از صبح تا حالا حالشون اصلا زیاد مساعد نیست. اما شاخص کیفیت هوا چه معنایی داره؟ همونجور که توی این نقشه میبینین، 0 تا 50 به معنی هوای پاک، 50 تا 100 سالم، 100 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس و همینطور تا بالا 300 تا 500 آب و هوای خطرناک به حساب میاد که الان شهر تهران در وضعیت خطرناک قرار داره. نامدار بقای یزدی، استاد دانشگاه از وست‌مینستر از لندن همراه ما شدن. خوش اومدین به امروز. آقای بقای یزدی، تهران الان شاخص آلودگیش بین 400 تا 500ه. این به چه معناست و دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی وقتی که دما به این وضعیت شاخص‌ها به این میرسه چی میگن؟ سپاسگزار از شما. ببینید، این شاخص کیفیت هوا رو نبایستی فراموش کنیم. این فقط مخصوص ذرات معلق در هوا نیستش. این شاخص کیفیت هوا بر اساس 5 آلاینده اندازه گیری میشه. آلاینده های دیگر رو نبایستی فراموش کنیم. مونوکسید کربن هست، اکسید دیوکسید نیتروژن هست، دیوکسید گوگرد هست و اوزونی که روی زمین در حقیقت پخش میشه. پس فقط متعلق به ذرات معلق که میتونه اون طوفان غبار یا طوفان شن یا طوفان‌هایی که میوزه و از غرب ایران، از عراق و شمال سوریه و عربستان سعودی به ایران آورده میشه، مخلوطی هستش، جزئی از اون آلودگی بزرگی هستش که به وجود میاد. پس این رو فراموش نکنیم که فقط این آلاینده ذرات معلق نیستش. البته وقتی که این حد به 500 رسیده و من دیدم الان قبل از شروع برنامه داشتم چک میکردم شاخص هوای تهران و اطراف رو، واقعا بسیار خطرناکه. یعنی شما از رقم 300، شاخص 300 که بالا میرید، دیگه این به وضعیتی هست که افراد عادی، حتی افراد سالم هم بایستی در بیرون رفتن از منزل مراقب باشن و تنفس در اون هوا میتونه بسیار خطرناک باشه، به خصوص برای افرادی که از ناراحتی های ریوی، ناراحتی های قلبی و به خصوص آسم، بیماری آسم رنج میبرن. آقای بقای یزدی، اشاره کردین که تهران بر اساس اطلاعاتی که امروز بیرون اومده آلوده ترین هوای جهان رو داشته. چه اثرات بلند مدتی میتونه داشته باشه این نوع شاخص های آلودگی هوا بر روی بدن انسان؟ بسیار، به خصوص روی اطفال. الان شما تصور بکنید خانمی که آبستن هستش و منتظر به دنیا آوردن بچهشون هست یا چند ماهه که آبستن هست، اگر در این هوا این خانم استنشاق بکنه، مسلماً صدمات زیادی به فرزند که هنوز زایده نشده وارد خواهد شد. متاسفانه این مسائل بسیار میتونه باعث بیماری‌های زیادی بشه، سرطان‌هایی رو میتونه تولید بکنه، برای اینکه همونطور که گفتم مخلوطی از آلاینده ها هست. فراموش نکنیم استفاده از سوخت مازوت، خشکی زیاد، خشکسالی زیادی که شده. الان شما در خوزستان تالاب بزرگ هورالعظیم رو دارید که در حقیقت خشک داره میشه کاملا و خب این طوفان‌هایی که میاد، بادهای خیلی شدیدی که میاد، این غبارها رو به روی شهرهای غربی ایران و بعد به روی تهران میاره و تهران میدونید در این دامنه کوه البرز که قرار گرفته نمیتونه این بیش از یک حدی این حرکت بکنه و اگر بادهای غربی شرقی درست نوزه نمیتونه این هوا رو پاک کنه. ولی من گزارش دیدم که مثل اینکه امروز تا فردا قرار بارش هایی در تهران بشه که اگر این صورت بگیره میتونه کمکی بکنه به کم شدن این آلودگی شدید هوا. ممنونم از توضیحات شما، نامدار بقای یزدی، استاد دانشگاه وست‌مینستر از لندن. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان.
هزاران نفر از مسلمانان فلسطینی در نخستین جمعه ماه رمضان در مسجد الاقصا نماز خواندند. در روزهای اخیر تنش‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان پس از حمله مسلحانه یک فلسطینی در تل آویو بالا گرفته. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در سفر به اوکراین از شهر بوچادی بازدید کرد. اوکراین و جامعه بین الملل روسیه را متهم کردند که در این شهر دست به جنایت جنگی زده. فون در لاین در سفر به اوکراین با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرده. جوزف بورت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر فون در لاین را همراهی می‌کند. از معترضان در بزرگراهی در مرز لهستان و بلاروس مسیر حرکت کامیون‌هایی را که عازم روسیه بودند مسدود کردند. آنها اتحادیه اروپا را متهم می‌کنند که با ممانعت نکردن از تجارت با روسیه نیروهای نظامی این کشور را تأمین مالی می‌کنند. معترضان همچنین 167 شمع به یاد 167 کودکی که از زمان حمله روسیه به اوکراین جان باختند روشن کردند. شد صدر اعظم آلمان در سفر به بریتانیا با بوریس جانسون نخست وزیر این کشور دیدار کرد. دو طرف درباره بحران اوکراین و مسائل دو جانبه با هم گفتگو کردند. از جمله هدف‌های دیگر این دیدار بحث درباره وابستگی اروپا به واردات انرژی از روسیه است. وضعیت مارین لوپن نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روزهای اخیر بهتر شده. حامیان او امیدوارند لوپن در انتخابات ریاست جمهوری بتواند بر امانوئل مکرون که همچنان در نظرسنجی‌ها پیشتاز است پیروز شود. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خود را برای رقابت روز یکشنبه پای صندوق‌های رأی آماده می‌کنند، اما رقابت اصلی میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی و مارین لوپن نامزد حزب دست راستی اجتماع ملی است. رقبای دیرینه‌ای که در دوره پیش هم شانه به شانه به پیش رفتند و در نهایت این امانوئل مکرون بود که بر کرسی کاخ الیزه تکیه زد. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ما شده. نیلوفر، خوش اومدی به امروز. روزهای پر سر و صدایی در فرانسه هست. امروز آخرین تبلیغات انتخاباتی رو انجام دادن و به پایان رسید این تبلیغات. بیشتر برای ما بگو کدوم یک از این طرفین پیشتاز هست و نظرسنجی‌ها گویا خیلی نزدیک به هم داره پیش میره. بله، دقیقاً امروز با توجه به اینکه آخرین روز تبلیغات و صحبت از نظرسنجی ها بود، حداقل سه نظرسنجی جدید منتشر شد که وضعیت آخرین وضعیت کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه رو مشخص می‌کرد. توی تمام این نظرسنجی هایی که تا الان منتشر شده، چه قبلی ها و چه سه نظرسنجی جدیدی که امروز منتشر شده، امانوئل مکرون همچنان در صدر قرار داره، به دور دوم راه پیدا می‌کنه به همراه مارین لوپن رهبر راست افراطی اجتماع ملی. منتها توی این نظرسنجی ها آمار بین این دو نفر آرایشون متفاوته، ولی بسیار به هم نزدیک، از 1% گرفته تا 3-4% اختلاف این دو رقیب یا کاندیدای ریاست جمهوری رو این نظرسنجی ها پیش بینی میکنن. بعد از اونها ژان لوک ملانشون قرار داره، نامزد چپ افراطی از حزب فرانسه نافرمان، که تونسته اینجا خودش رو خوب بالا بکشه و در این روزهای آخر امیدواره به این که بتونه آراء بیشتری از احزاب چپ، به خصوص چپ سنتی فرانسه، کسب بکنه و روی رأی مفید داره تاکید میکنه. رأی مفید یعنی رأی دادن به کسانی که توی نظرسنجی ها بیشترین شانس رو برای راه یافتن به دور دوم دارن و حالا امیدواره که
سوسیالیست ها یا سبز ها رأی سنتی خودشون رو به او بدن تا او بتونه به جای مارین لوپن به دور دوم راه پیدا بکنه. بعد از اون هم اریک زمور نامزد راست افراطیه که توی ماه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری تو چند ماه پیش می‌دیدیم که خیلی هم بالا اومده بود توی نظرسنجی‌ها، ولی در نهایت به خاطر مواضع بسیار تند و تیزی که داشت و موفقیت کارزارهایی که مارین لوپن به راه انداخته بود و دور شدن از اون جنجال‌هایی که معمولاً همیشه در صحبت‌هاش به پا می‌کنه، آرایش پایین‌تر اومده و حالا در رتبه چهارم قرار گرفته. می‌تونیم بگیم مارین لوپن تونسته با فاصله گرفتن از اون تصویری که از خودش می‌داد، با اون شعارهای ضد مسلمانان یا ضد مهاجرت، تمرکز به جای اونها روی بحث‌های مرتبط، بحث‌های اقتصادی و بحث‌های مربوط به افزایش قدرت خرید مردم در فرانسه و یا بردن کمپین‌های انتخاباتی خودش به شهرهای کوچیک، آرای خودش رو بالا ببره و حالا بیشتر از قبل امیدواره که بتونه پیروز این انتخابات باشه. مکرون برخلاف خانم لوپن تقریبا میتونیم بگیم کمپین آنچنانی نداشته، خیلی دیر شروع کرده کارزار انتخاباتیش رو و بیشتر درگیر مسائل بین‌المللی بوده تا موضوعات مربوط به داخل فرانسه و در هیچ گونه بحث و در مناظره با انتخابات با کاندیداهای دیگه حاضر نشده شرکت بکنه که همین موضوعی که از موضوعات مورد انتقاد کاندیداهای دیگه بوده. نیلوفر بیشتر توضیح بده که این کاندیداهایی که الان خیلی رقابت بینشون شدید هست روی چه مسائلی بیشتر مانور دادن در کمپین‌های انتخاباتیشون. خیلی کوتاه ممنون میشم. شاید یکی از موضوعات مهم این بود که توی این دور از انتخابات همونطور که گفتم کاندیداهای راست و چپ افراطی بودن که اقبال بیشتری داشتن نسبت به بقیه و این یک دلیل اصلیش نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و اجتماعی توی 5 سال دوره ریاست جمهوری ایمانوئل مکرونه. در نتیجه این کاندیداها یکی اول از همه انتقاد از مکرون رو در صدر برنامه‌هاشون داشتن، دوم بحث‌های اقتصادی و معیشتی فرانسوی‌ها با توجه به جنگ بحران با جنگ اوکراین و همینطور بحران کرونا، وضعیت اقتصادی مردم بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و این موضوع یکی از موضوعات اصلیه. بحث‌های دیگه، بحث‌های امنیتی یا موضوعات مربوط به آینده فرانسوی‌ها، چگونگی اداره کشور و همینطور رابطه با اروپا از موضوعاتی بوده که در کانون بحث‌های انتخاباتی بوده و همینطور بحث‌های اکولوژیک و آینده سوخت‌های فسیلی که حالا با توجه به افزایش قیمت سوخت بیشتر و بیشتر در جاش رو در کمپین‌ها باز کرده بود. ممنون از توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. بله، این جمعه بود در امروز. تا فردا ساعت 10 شب وقت خوش.